سلام با شما، در فرا خبر امشب دیدار افغانان در ایران. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و اسماعیل خان از رهبران جهادی در تهران دیدار کرد. این دیدار از بهر چیست؟ سخنگوی امارت اسلامی گفته به احمد مسعود و اسماعیل خان اطمینان داده شده که می توانند بدون هیچ تشویش به کشور برگردند. آیا توافق سیاسی قابل تصور است؟ آقای سید اسحاق گیلانی رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان اینجا در استودیو و آقای عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه با ما وصل هستند. کردو میمان عزیز را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای گیلانی، شما فکر میکنید چی چیز دو طرف را پای میز مذاکره کشند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما، سلام به برادر نهایت عزیزم آقای صمد و تمام ملت با شرف افغانستان. ما فکر میکنم که طالبا کوشش میکنن که سیاست خود تغییر بتن و با تمام مخالفینی که از افغانستان بیرون رفتن هم رایز اونا روابط بگیرن و اونا را دعوت کنن که پس به خاک خود بیان و امید است که این اولین و آخرین ملاقات نباشه، هم رای شخصیت های دیگه هم ملاقات داشته باشن که اونام بیان به خاک خود و امیج با عزت زندگی کنن، امی مملکتشان است و بالاخره در کارهای حکومتی هم اگر برشان جا داده میشه بسیار خوب میشد. ولی در داخل افغانستان متاسفانه روش یک مقدار به او قسمه نیست که وزیر خارجه در ایران صحبت میکنه. ما سر آقای استاد جلال بسیار دقیق هستیم و اگر همی حالت روان باشه امکان داره که اونایی که خارج از افغانستان هستن اونا هم جرات نکنن که به افغانستان بیان، چون همه عادت کردن در طول 20 سال از کمکاری های حکومت انتقاد میکنن و انتقاد گناه نیست. و بالاخره این مذاکرات که وزیر خارجه ما شروع کرده خانش آباد، ما برش موفقیت میخواهیم، ولی تنها به دو نفر کفایت نمیکنه، به تمام ملت که بیرون از افغانستان هستند به اونا دعوت داده شوه که به خاک خواهد. ولی فکر میکنین در این مذاکرات فقط روی همین مورد بس شده که به دو طرف، یعنی آقای احمد مسعود و اسماعیل خان، اطمینان داده شود که به کشور برگردن و هیچ تهدید متوجهشان نیست، یا در سطح کلانتر هم بحث گرفته؟ شاید این دو نفر اونجا حضور داشتن و حکومت ایران می زمینه را مساعد ساخت که امرایز اوناس اول صحبت شود و به یقین که این دوامدار خواهد شد و بالاخره برسن به یک جای. ولی فراموش نکنیم که با هر ملاقات ما نباید خشاهای خود مقرر کنیم و دوستای خود مقرر کنیم، کوشش کنیم که برای سرفرازی افغانستان، برای کامیابی افغانستان و بالاخره برای یک حکومت واقعا همه شمولی که او نمایندگی از ملت افغانستان کنه و جامعه جهانی او را قبول کرده بتانه کار شود. شما فکر میکنین آقای صمد چرا ایران به عنوان میزبان نقش بازی میکنه در این مذاکرات؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما برادر بزرگوار ما گیلانی صاحب و ملت سرفراز افغانستان. خب ایران کشوری همسایه و کشوری بسیار مهم است و در گذشته هم نقش بازی کرده و در آینده هم نقش بازی خواهد کرد. من فکر میکنم که تصمیمی که ایران گرفت که پادرمیانی بکنه و میزبانی این ملاقات فراهم بسازه جزء یک پروسه است و در این پروسه جناهای مختلف دخیل هستند و من فکر میکنم حتی در سطح منطقه بازی کشورها هم داری حتما نقش بازی کردن. من فکر نمیکنم که ایران این کار بدون مثلا مشوره با تاجیکستان، با حتی روسیه و به گمان اغلب حتی با پاکستان هم انجام داده باشه. گزارش هایی که البته تایید نشده ولی من فکر میکنم تا اندازه موثق است نشان میده که این پروسه که فعلا جریان پیدا کرده و امیدوار هستیم دوام بکنه، در آخر ماه آگست و سپتامبر اگر بیاد داشته باشین در داخل افغانستان برای افتاد و در روز زمان طالبا با احمد مسعود و هیئت دره پنجشیر
ولایت پنجشیر دیداری داشتن و با توافق نرسیدن. دیده شده که آیا در این دور پس دوباره امو آجندای قبلی مطرح شده یا موضوعات جدیده در موقف طالبا چی تغییر آمده و در موقف جبهه مقاومتی که در خارج از افغانستان است و احمد مسعود در رأس از او قرار داره، در او آجندا چی و در او توقعات و تقاضاها و خواهشاتشان چی تغییرات آمده؟ چون بازی بله. در مدوات قبلا به نشر رسیده که آیز اهمیت است. بدون شک در خلای جزئیات هم قرار داریم، ولی فکر میکنین که این کشورهایی که به گفته شما مشترکاً کار کردن و چنین مذاکره ای را رو انداختن به منظور چی کار کردن؟ فکر میکنین که منافع خودشان دخیل است یا نه با حسن نیتی که در قبال افغانستان دارن چنین اقدام را انجام دادن؟ اولا همیشه منافع خودشان مطرح می باشه، هر کشور هر کاری را که میکنه و منفعت خود مد نظر میگیره. در قدم دوم این کشورهای منطقه امروز متوجه ازی هستند، متوجه وخامت اوضاع هستند. در داخل افغانستان مشروعیت سیاسی به اندازه‌ای که لازم است خلق ایجاد نشد، در خارج افغانستان هم ایجاد نشد. لحاظا ضرورت به می است که هم طالبان پابند بانند به مو تعهداتی را که در دوحه داده بودند برای اقلا دوام یک پروسه بین الافغانی، پروسه مصالحه نامشه میگذاریم، پروسه سیاسی نظامسازی نامشه میگذاریم، هر نامی که میگذاریم، و فکر میکنم که جهان و کشورهای منطقه امی توقع از طالبان دارن که امی کار پس اثر بگیرن. در این زمان خودشان البته متوجه اوضاع سرحدات خود، موضوعات امنیتی، موضوع بحران اقتصادی و بشری داخل افغانستان که میتونه که منجر به فاجعه عظیم شوه و ابعاد گسترده منطقه‌ای داشته باشه، و بازی هایی که البته در برابر جهان غرب دارن و دیگر کشورهای حریف و رقیب خود در منطقه دارن. ببینید هر کدام از این در منطقه یک حریف هم داره. لحاظا یک عده کشورهایی هستن که اینا خواهان من فکر میکنم ثبات و آرامش در افغانستان هستند و در عین زمان ایجاب میکنند ثبات و آرامش در افغانستان که حکومت در اینجا تشکیل شود که در او طالبان در نقش عمده داشته باشند برای تشکیل یک حکومت همشمول و دیدار با این اشخاص و زوات در ایران جزی امی برنامه میکنند. تشکر آقای گیلانی. شما فکر میکنین چقدر میشه دل بست به این گفتگوها؟ ما تجربه مذاکره میان جبهه مقاومت و طالبان را داریم یا امارت اسلامی را داریم قبل از اینکه پنجشیر تصرف شود، ولی بی نتیجه بود و خیلی هم زود شکست خورد. آیا میشه دل بست به این مذاکرات؟ این مذاکرات با مذاکراتی که در پنجشیر شد فرق میکنه. مذاکرات پنجشیر مذاکرات در حالت جنگ بود و آل جنگ وجود نداره. آل هر دو طرف به این قانع شدن که باید سر آینده افغانستان و سر صلح افغانستان و بالاخره سر زندگی باهمی در افغانستان صحبت کنن. من فکر میکنم که تفاوتش با مذاکرات پنجشیر بسیار زیاد. اهرمایی که دو طرف میتونن بالا یک دیگر خود استفاده کنن چی است؟ مثلا جبهه مقاومت چه داره که میتونه از او استفاده بکنه تا خب به گفته یک شمار امتیاز بگیره؟ ولی خب یک حقیقت باید چشم پوشی نکنیم که همین تعداد کثیر از سیاسیون و کارکشته های افغانستان که بیرو برآمدن، اونا اکثریتشان آل آهسته آهسته دمی جبهه مقاومت چی سیاسی و چی نظامی شامل میشن که نظامیش از بین رفته و سیاسی موجود است. ولی اگر امارت اسلامی حکومت همه شمول نسازه و بالاخره امرازیمی افغانای خود جور نبیایه و دعوت ها را امی قسم شروع کنن مثل که آقای متقی شروع کرده، من فکر میکنم به نفع افغانستان است. در غیر از او جامعه جهانی باز آرام نمیشینه، مثل بنوار باز برای ما یک حکومت میسازن و توانش هم نداریم، میارن و اون را سر ملت افغانستان میقبولونه. امارت اسلامی باید است که به خاطر طولانی شدن نظام خودشان، به خاطر کامیابی خودشان هم اگر شده، امرای امیت یک پروسه هم گام باشه. ولی شما گفتین که جبهه مقاومت تنها به احمد مسعود خلاصه نمیشه یا آقای اسماعیل خان، چهره سیاسی که در سیاست افغانستان نقش داشتن هم شامل میشه، ولی امارت اسلامی بار گفته که همین چهره ها در حکومت افغانستان نقش نخواهند داشت، اینا امتحان خود را دارن. فکر میکنین حالا امارت اسلامی به این نتیجه رسیده که باید به اینا نقش بده یا نه؟
خب این حالت ها همیش تغییر میکنه. واقعا در روزای اول صحبت هایی که شد تو بیخی یک شکل دیگه داشت، ولی ما دیدیم که در اولین ملاقات سفیر تغییر کرد و یک سفیر از نفرهای اسماعیل خان در اوجه مقرر شد. یعنی خود از این معلوم میشه که اینا حسن نیت بر زمین دارن و امو صحبت هایی را که میکردن که ما اینا را به حکومت شامل نمی کنیم، آله آیست آیست رو به تغییر است. شاید او کسایی را که بسیار جفا کردند حق افغانستان، امکان داره که اونا را شامل نسازن و ضرورم نیست که همه باید از شوقی مقام و منزلت در خاک باشن و بیان با شرافت در خاک خود زندگی کنه. آقای صمد، اگر موافق گپای آقای گیلانی باشین که امارت اسلامی کم کم از موضع خود پاپس میکشه، فکر میکنید چرا؟ من فکر میکنم که در روایت طالبا قبلا موضوع مشارکت سیاسی ذکر شده بود، حتی یک فهرست 12 فقره‌ای را در بارش اینا مذاکره کرده بودن که از او گفته میشه. یک روایت نیست که طالبان 11 فقره را قبول کرده بودن، سر یک موضوع به توافق نرسیدن و این باعث بروز جنگ شد متاسفانه. آیا جبهه مقاومت هنوزم سر باز خواهشات خود استاده است یا نه معلوم نیست، ولی اخیرا گفته بودند که مثلا میخواین که طالبا از شمال افغانستان نیروهای خود بکشن، شهر کابل به اصطلاح تحت قیومیت ملل متحد قرار بگیره و نیروهای حافظ صلح ملل متحد داخل افغانستان شوند و همچون خواهشات دیگه که البته ایره خواهشات مکسیمالیست میگم، یعنی یک اندازه افراطی است. شما فکر میکنید که این خواستهای جبهه مقاومت است همین موارد که ذکر کردیم؟ چیزایی است که در خلال هفته های اخیر دربارهش صحبت شده و حتی در باز توییت های سخنگویانشان هم درس کرده و جز آجندای از اوناست. طالبان در گذشته گفتم درباره سهم یک ایده از مجاهدین سابق در یک نظام جدید صحبت میکردن، ولی امروز از او موضوع یاد نکردن، تذکر داده نشد و فقط اکتفا به این کردن که بگوین که همه افغان ها، همه اتباع این کشور که در خارج هستن میتونن پس به افغانستان بیاین، در اینجا زندگی کنن و دیده شود که آیا این یک شکل سیاسی به خود میگیره یا خیر. لحاظا هنوزم یک درز، یک فاصله بین جناها وجود داره، ولی امی که قدم گذاشتن در عرصه سیاسی و مذاکره صورت گرفت، دیدار صورت گرفت، من این را به فال نیک میگیرم. امیدوار استم که اشتباهات گذاشته تکرار نشه و از فرصتهای کمی که باقی مانده پیش از اینکه بهار بیه و قسم گیلانی سب گفتن امکان داره که باز تحولات دیگه ای رو نما شود، امیدوار استم که از فرصتهایی که باقی مانده استفاده کنن همه برای از اینکه در افغانستان یک نظامی بیاید که هم مردم با او هم نوایی داشته باشند و هم جامعه بمدنی. هرچند شما یاد کردین موارد را که گویا موضع گیری جبهه مقاومت را نشان میده ولی تایید شده نیست، در مقابل فکر میکنین خواست امارت اسلامی از جبهه مقاومت جدا از این که اونا را دعوت میکنن به افغانستان چی است؟ بازم بس شکل تایید نشده بل. چیزایی که در خلال چند ماه گذشته شنیده شده، موقف عبارت امکان داره می باشه که یک ایده، نه تمامی ولی یک ایده از سران حکومت های گذشته و یا رهبران سیاسی و اجتماعی افغانستان و بالخصوص اونایی که در جهاد علیه شوروی نقش داشتن و حتی در مقاومت نقش داشتن، چون فراموش نکنیم که ایده از طالبان هستن که مثلا به نقشی را که احمد شاه مسعود فقید بازی کرده بود احترام قائل هستند و ارتباطات هم داشتند، دید و بازدید های هم صورت گرفته بود. متاسفانه که جنگ و دوام جنگ مانع از این پیشرفت در صحبت ها شده بود، ولی این نشان دهنده از این است که یک علایق خاصی وجود داره از زمان گذشته تا به حال. موقف فعلی طالبان البته امکان داره در قدم اول امی باشه که ایده قبول کنند که پس به وطن برگردند و در موضوعات اجتماعی و سیاسی افغانستان
نقش بازی کنند. یکی بازی نقش چی شکل میگیره مربوط به اینسته که آیا یک پروسه سیاسی همه شمول برا میفته یا خیر آیا طالبا حاضر هستند که همچون یک پروسه را تشویق کنند و از او استفاده برای نفع افغانستان بکنند. آقای گیلانی شما فکر میکنین خواستای دو طرف از یک دیگهشون چی است؟ ما امیدوار هستم که خواسته های نباشه که هیچ کدامشان قبول کرده نتوانند. هر دو طرف باید از گذشتهایی داشته باشند و همپذیری داشته باشند. قبول کنند یکی دیگه خود، احترام کنند به یکی دیگه خود و ایره فراموش نکنیم که امروز امارت اسلامی اعلان میکنه که ما 80,000 نیرو ساختیم و همی توانه داشتند که در 4 ماه اینا 80,000 نیرو را بسازند، ولی جمهوریت در طول 20 سال نتانست که می 80,000 نیرو را بسازه و ای خود از این نشان میده که اینا آرزو دارن که افغانستان بسازن، افغانستان نگاه کنن، ولی به تنهایی طالب هم نمیشه. ای باید است که تمام سیاسیون افغانستان، تمام طبقه تعلیم یافته که در طول زمی 20 سال همین نسل جوان رفتن به مملکت های مختلف، بورس گرفتن، درس خواندن و شعبات علایده زندگی را درس خواندن، از اونا برای استفاده بر افغانستان یک ضرورت است و از اونا دعوت شود. چی زن چی مرد همه باید از بیاین و برای بازسازی افغانستان، برای پیشرفت افغانستان و در افغانستان به حیث یک مملکتی که اگر توان جنگ داره، توان آشتی کردن هم داره، توان بازسازی هم داره و بالاخره توان همگام شدن با جامعه جهانی در عرصه سیاست هم داره. یک شمار تحلیل میکنن آقای گیلانی میگن که جبهه مقاومت فعلا اهرم فشاره که داره همی است. خب امارت اسلامی بر رسمیت شناختنش گره خورده به تشکیل حکومت فراگیر و موارد دیگه که ذکر میشه، ولی حکومت فراگیر برجسته تر است. فکر میکنید چقدر امارت اسلامی نیازمند است تا به توافق دو طرف یا به یک توافق خودش بخواید تن بده؟ چقدر نیازمند است، چقدر ضرور میبینه پیش خود که باید چهره هایی که حداقل در گذشته در حکومت ها جا داده شده بودند دوباره جا داده شود؟ من فکر میکنم که با می دو گلی که صحبت شده بهار نمیشه که احمد مسعود باشه و یا اسماعیل خان باشه. ما به هزارها افغان تعلیم یافته دیگه در خارج از افغانستان داریم که اونا به مراتب بهتر حکومت داری کرده میتونن از اونایی که ریش سفید شدن. من ادعای زیره کنم که من همه کار هست و من هر در کار میفهمم که اوتر امکان نداره. شعبات زندگی از هم جدا شده و هر کس به یک کار تعلیم کرده و یاد گرفته. آمدن از اینا، بودن از اینا در افغانستان به افغانستان حیثیت میتده، ایجای شک نیست. ولی اگر به شوق وزارت میاین، من فکر میکنم که دیگه باز یک مقدار چیز است، تشنگی قدرت است که هیچ سیر نمیشن دیگه، که همیش باید از اینا در قدرت باشن. نه بگذارن برای دیگه جوانای ملت افغانستان که درس خواندن که اونا کار کنن و اونا وزارت خانه را و هر توافق صورت بگیره چه نفع به امارت اسلامی داره؟ آیا میتونه در رسمیت شناسیشان کمک کنه؟ به یقین که اگر اینا می کابینه از روز اول مثل 4 خواهش بسیار مشروع جامعه جهانی را اگر تا به حال قبول میکردن و می شخصیت های افغان دعوت میکردن، آقای عمر صمد دعوت میکردن، یک عمر در سی دیپلماتیک افغانستان کار کرده، همیجا در وزارت خارجه مصروف میشد، امکان داره بسیار مملکت ها را قانع ساخته میتونست که بیایه و ببینند اوضاع افغانستان از نزدیک و بالاخره شناخت پیدا شود. متاسفانه ما تا به حال را مو زبان دیپلماتیکی را که وزارت خارجه ما داشته باشه هنوز نداریم و از امو خاطر هم است که یک بنبست شده و هیچ جای ما را به رسمیت نمیشناسه و ما امیدوار هستم که امارت اسلامی با تمام قوت از این چهره ها استفاده کنه، از احترام برای تمام افغان ها و محبت با تمام افغان ها، چی زن و چی مرد افغان، اویی که تعلیم کرده و برزو باید از موقعیت داده شوه و اونا داخل کار شوه. آقای صمد شما به باورتان چی چیز میتونه همین مذاکرات یک بار دیگر با شکست روبرو کنه؟ خب اگر قسمی گیرانی سید فرمودن
ما نتونیم که وجه مشترک بده پیدا کنیم، ما امو منافع ملی را تعریف کرده بتونیم، باز هم دوست و دشمن را تفریق کرده نتونیم، چیزایی که در گذشته باعث متاسفانه سکتگی شد، در اون صورت مروندار باز فرصت ها از دست میره. من یک موضوع دیگه بازم میخوام تاکید کنم که قضیه فعلی دید و بازدیدایی که در تهران رخ داد، اینا باز هم یک جنبه خارجی و منطقوی هم دارن. ببینید در عین زمانی که این ملاقات صورت گرفت، در چین سفیر رژیم سابق کنارگیری میکنه، یقینا که حکومت چین در یک نقش داشته و چین میخواه که رابطه خود با افغانستان و منطقه به شکلی که ایجاب میکنه و لازم میبینه پیش ببره و مانعی در سر راه خود نداشته باشه. در پاری از او موضوعات بحث تاپی و پایپلاین پس اصل گرفته شده و حتی امنیتش طالبا گفتند که تضمین میکنن و کشورهای منطقه میخواهیم پس به تجارت و بزنس و ترانزیت و اینا پس دوباره مراجعت کنن و افغانستان یک مانعی است، یک سد است اگر در افغانستان ثبات کافی وجود نداشته باشه. در این زمان قضای قزاقستان یک شوک زیادی را در آسیای مرکزی ایجاد کرده و یقینا کشورهای مانند ازبکستان و تاجیکستان اینا همه متوجه وخامت اوضاع هستند و نمیخواهند که بی‌ثباتی بیشتر شود. همه از اینا ایجاب میکنه که در افغانستان ثبات تقویه شود و یک حکومت و دولت در اینجا با حضور طالبا در اینجا و بزرگواری طالبا امیدوار است که بتانن اقشار مختلف تحصیل کرده تعلیم یافته افغانستان جمع کنند، کسایی که حب وطن دارن و با صداقت کار کردن در گذشته و در آینده هم میتونن با صداقت کار بکنن. این به فکر میکنم آله یکی از ایجابات مهم است و ایران باید یکی از کشورهایی که میتونه از درک قضیه افغانستان هم ضرر ببینه هم مفاد ببینه، به شمول پاکستان همچنان اینا هم مانوندار متوجه اوضاع هستن. این که کشورهای دیگه چی بازی های دارن، کشورهای دورتر حتی تا به کشورهای غربی چی آجنده های دارن، چی بازی های دارن، اونا مانوندار نقش خود دارن. موضوع جالب اشاره کردین آقای صمد، فکر میکنین که کشورهای غربی مثل بخصوص امریکا از این مذاکرات حمایت بکنن؟ من فکر میکنم که تا جایی که من با سیستم امریکا بلدیت دارم، ایده در داخل دستگاه امریکا میره امکان داره یک قدم مثبت بدانن به شرطی که مالوندار با منافعشان بر نخوره و منافعشان بر نخوره و ایده اصلا که ایره مفید نمیدانن، چون اونا طرفدار هنوز هم متاسفانه دوام بحران و جنگ در منطقه میباشن و او را به نفع خود میدانند. لحاظا بازی های مختلف در همه جا و دوگانگی و سیگانگی وجود داره، روز هم وجود داره. تشکر. آقای گلونی، رای میانه، یک توافق میانه که میان دو طرف قابل تصور است چی است؟ گذشت هر دو طرف و اعتماد میتونه که افغانستان از این بحران بکشه و ما بریم به طرف یک نظامی که قابل قبول بر ملت افغانستان و جامعه جهانی باشه. البته منظوری می بود که مثلا اگر یک توافق دست پیدا بکنند دو طرف، جایگاه جبهه مقاومت و جایگاه طالب در کجا خواهد بود؟ طالب امروز با قدرت است و به صورت قطع اونا از این قدرت نمیگذرن. 20 سال جنگیدن و حقشان است، همونطور که مجاهدین جنگیدن و 5 سال حکومت کردن، همینطور طالبا هم زحمت کشیدن، قربانی دادن، 20 سال جنگیدن، امروز حقشان است که اینا در کرسی ها باشن و امی امارت اسلامی تا به حال را ما به دل برش نمی بینم، ولی اگر خدا اصلاح نسازه دنیا برش به دل می سازه. این ما بسیار دوستانه برشان میگم که برتان به دل می سازن و مثل که در بند ساختن و باز یک قربانی، یک بدبختی، یک کشتار دیگه در افغانستان پیش خواد شد که او مسئولیتش به دوش اونای خواد باشه که همیش شک میکنه و به اراده ملت افغانستان گردن نمیده. آقای سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، اینجا در استودیو. آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه، تشکر از دو مهمان عزیز و دوستانی که بیننده برنامه بودید. خدا نگهدار.